بیا ویران سرا را بازسازیم، بیا ایران ز ملا پاک سازیم. سلام و درود مجدد به تمام شما هممیهنان عزیز داخل از کشور به خصوص و هممیهنان خارج از کشور. امروز برنامه ما سمت و سوی دیگری داره. دوست بسیار عزیزی جناب فاضلی که محبت میکنن برنامه ما رو کارگردانی میکنن، ازشون خواهش کردم که این شعری رو که میخونم یه خود عوضش کنم. ایشون به منده دستور دادن که شعر رو بخون، بعد اگه خواستی اون شعر رو به این ترتیب عوضش میکنم. میخوایم ایران سرا را باز سازیم، میخوایم ایران ز ملا پاک سازیم. گمانم نه، گمانم نه، یادمون نره، عرض کردم گمانم نه. حالا با این صحبت ها و بعد دنبالش و بعد روزهای آینده روشن میشه که انشالله که این گمان من گمان غلطیه، خودم هم اعتقادی با اون گمان ندارم، ولی اجبار دارم که امروز این بحث ها رو با شما باز بکنم. قبل از همه چیز مطابق معمول بریم روی چند خبر که داریم براتون بخونیم. دوست بسیار عزیز و مشاور عالی گروه عقاب ایران در امور نفت جناب دکتر کشفی طبق معمول محبت کردن، دیروز با هم صحبت میکردیم، مطالبی به من فرمودن که من یادداشتوار اون مطالب رو یادداشت کردم براتون بگم که با توجه به این کمبود پول نفت، شما بدونید که این پول نفت یه قسمتایش کجاها چجوریا میره. سه تا موضوع که این ستا رو براتون روشن میکنم. در ماه گذشته دولت ایران در حدود 15 و 16 با کشور اکوادور برای توسعه پالاشگاه در اکوادور که در ساحل اقیانوس آرامه، صدای ایشون یادمه که میگفتن ببین چه فاصله ای از ایران کنار اقیانوس آرام. 15 یا 16 ماه گذشته اومدن قراردادی بستن با وزیر نفت اونجا که اسمش هم هست، همینجور که نوشتم براتون میخونم، جری بوکا زامباکو، که برای اونا پالاشگاه بسازن، پالاشگاه برایشون تهیه کنن، در عوض اونها هم برای ایران یه مرکز تربیت و پرورش تروریستی درست بکنن. همه اینا به کمک این چند تا کشوری که همیشه کارشون این بوده. مطلب بعدی این بود که آقای سلطانی وابسته اقتصادی رژیم، وابسته اقتصادی رژیم اشغالگر، این لغت جناب دکتر کشفی رو خیلی دوست دارم، در لوری در 8 اکتبر اعلام کرده که یک درمانگاه در بلوری بسازه و 1,000,000 دلار هم پول بده به اینا که کمک براشون بشه باز دوباره اینها هم همون در حرکات تروریستی کمک مملکت ما باشن. سید یوسف رضای گیلانی که نخست وزیر پاکستان است درخواست کرده از ایران که 1 سال بهش نفت مجانی بدن، ببخشید 1 سال بهش نفت بدن، پولشو نگیرن، از سال بعد شروع کنن پول نفت رو دادن، در عوض پاکستان چیکار کنه؟ اجازه بده پاسدارهای ما از داخل مرز پاکستان برن دنبال بلوچ‌ها و بلوچ‌ها رو قلقم کنن، همینجور که میدونین همیشه طرح جمهوری اسلامی بوده. مطالب دیگری هم هست که دفعه بعد به عرضتون میرسونم. اطلاعات خودمون کورش فکس 10-11 دریافت شد، خیلی ممنون. اردبان چوبین و عزیزی پشتیبانی ما رو لطفاً بپذیرید. بعد علی از لارستان، از تماس تو با همکاران بسیار متشکریم. رمضان از شرکت اتوبوسرانی، تماست با ما یه مقداری مشکله. هخامنش از کرج، سعی کنید که پسر خالتون تماس بگیرید، گرفتین که. شاپور از ایل بختیاری، با ترتیب به اقوام خودتون در تماس باشین و اون ترتیبات که داده شده و صحبت کردین انجام بدین که ما در اون زمینه کوتاهی نداشته باشیم. همونجور که صحبت کردم مقداری امروز
صحبتامون متفاوت هست. حدود 10-11 هفته گذشته این طرح ما همونج که عرض کردم بارها حساب کتابایی داره که اینا رو حساب میکنیم. جوابایی که ما گرفتیم از شما در مورد طرحمون جوابهای خوبیه، ولی قانع کننده نیست. این قانع کننده نبودنشه که اون شعر من رو برد به اونجایی که یه گمانم نه گمانم نه رو توش بذارم. پیدا کردیم که اشکال کجاست، چرا نه، و با شما هماهنگ بکنیم که این بره به همون مرحله‌ای که همه منتظرشیم و احتیاج بهش داریم برای اجرای طرح. یه مقدار زیادی رو شما مردم خونسردی دیده میشه. این خونسردی هایی که نشون میدین به این ترتیب که آمار به ما نشون داده که در حدود 30 میلیون آدم صدای ما رو تا حالا شنیدن. امروز صبح با بزرگی از بزرگان مملکتمون که در همین لس آنجلس هستن صحبت میکردم و ایشون به من میگفتن وقتی که 30 میلیون حتی 20 میلیون حتی 15 میلیون اگه میدونن، انقدر باید این مطلب برای مردم بزرگ باشه که تا حالا همه مردم ایران شنیده باشن. یه مثال براتون زدم، اگه یه روزی صبح ساعت 8 خامنه ای بمیره و دولت نخواد این خبر رو پخش بکنه، تا ظهر همه دنیا میدونن که خامنه ای مرد و دلیل شماها هستین با ارتباطات که میگیرین. ولی واقعا چرا اهمیتتون رو این قضیه اینقدر است که هنوز مردم ایران هستن که از عقاب ایران خبر ندارن و این کار شما رو عقب میندازه؟ یادتون باشه همیشه من گفتم این کار مال شماست، مخصوص شماست، برای شماست و ما تو این طرح شما میتونیم یک کمی پشتیبان باشیم اگر ما کاری نیستیم. من، امثال من، دوستان من، ما اگه 10,000 نفر تو امریکا جمع شیم یه حزب تشکیل بدیم پشتیبان شما باشیم، کاری از دستمون بر نمیاد. این حرکت فیزیکی داخل ایران و مخصوص خود شماست. باید بخواین که این کار بشه. شما اینجور که من نگاه میکنم بدتون نمیاد، ولی خواستن توانستنه. این ضرب المثل رو ما بچه بودیم از لای ملتمون شنیدیم. دیده نمیشه که شما میخواهین که واقعا از شر این جمهوری اسلامی راحت بشین، و اگه که بخواد این ترتیب باشه اجباراً باید یه فکر دیگری کرد. شما مردم تو ایران تو تهران نشستید دائم اظهار زجر و ناراحتی و بدبختی میکنید که حق دارین. شما تو کثیف‌ترین، پس افتاده‌ترین، رذیل‌ترین، رذل‌ترین، زیر نظر واقعا کثیف‌ترین دولت‌های دنیا دارین زندگی می‌کنین، ولی یه مقداری هم مثل این که عادت کردین راحت شده. زندگی براتون اون سختی رو که ما توی خارج از ایران داریم حس می‌کنیم دیده نمیشه که اون سختی رو داره زندگی شما. اگه داشته باشه به فکرش میفتین. یه مقداری باید مسئولیت قبول بکنین. یه احتیاج شما دارین که خودتون نمیتونستین این احتیاج رو به هم بچسبونین. دوستای شما خارج از مرکز به نام عقاب ایران اینو به همدیگه چسبوندن، آماده کردن، گذاشتن جلوتون. من بارها براتون گفتم که انقدر باید مطمئن باشین که هنوز تو این 3-4 ماه که این طرح اومده روی میز کوچکترین اشکال فنی روی طرح وجود نداره. شما مردم ایران دیگه چی میخواین من نمیدونم. کی باید برای شما چیکار بکنه؟ اگه فکر میکنی یه دستی از بالا میاد و اینا رو میبره بیرون شما هم زندگی راحتی دارین، نیست. خوشی زیر دلمون زد، اون زندگی رو خودمون درب و داغونش کردیم. این جزاشه، همینی که دارین میبینین. حالا برای اینکه از این وضع بریم بیرون شما این که باید یه کاری بکنین، شما این که باید کمک باشین. انتظار نداشته باشین. ما واقعا هر کدوم که گفتم هر کی سمت و سوی زندگی خودامونو داریم، ولی بازم خوشبختم که هنوز میبینم مردم زیادی در خارج از ایران به فکر شما هستن.
در همین لس آنجلس که من زندگی میکنم برای بار دهم تعداد زیادی اشخاص، سازمانها، تلویزیونها همه دارن با شما میجنگن. تمام دارن واسه شما میجنگن. شما سرتون راحت خونه خودتون نشستین، خیالتون هم نیست. باید زد کشید، باید زحمت کشید. هر چیزی رو که میخوام به دست بیارین بابتش باید خرج بکنین. اینجوری نمیشه که شما اونجا بشینین ما میجاهی به هم دیگه بپلکیم، یه وقتی هم یهو اینا بادشن برن هوا شما تو مملکت کیف کنین. دارین هیچ کاری نمیکنین، فقط دلتون میخواد. مثل من که دلم میخواد میلیاردر باشم، ولی چی کار میکنم بابتش؟ هیچی. شما بابت اینکه مملکتتون رو پس بگیرین من نمیبینم کاری بکنین. یه تعداد جوانها و خانوما این کار رو در یه شرایطی کردن، الان در یه شرایطی شما کردین که هیچ طرحی براتون وجود